افزایش و تحرکات مخالفین مسلح دولت در بادغیس نگرانی جدی باشنده های این ولایت را برانگیخته است. شماری از اعضای شورای ولایتی و فعالین مدنی با انتقاد از مسئولان محلی و امنیتی میگویند عدم هماهنگی میان مسئولین امنیتی باعث شده تا شمار تلفات نیروهای امنیتی افزایش پیدا کند. از سوی هم مقام های محلی در بادغیس وخیم شدن اوضاع امنیتی در این ولایت را میپذیرند. به گزارشی در این مورد توجه کنید. نگرانی باشنده های قلعه نو از بدتر شدن وضعیت امنیتی در بادغیس. بدتر شدن اوضاع امنیتی در چند روز گذشته در بادغیس نگرانی جدی باشنده های این ولایت و فعالین مدنی را برانگیخته است. آنان با انتقاد از مسئولان محلی و نظامی میگویند همه روزه با بدتر شدن وضعیت امنیتی در این شهر شاهد کشته شدن شمار بالایی از نیروهای امنیتی در این ولایت هستند. ولایت بادغیس در اواخر و ولسوالی های همجوارشان به تهدید شدید امنیتی روبرو هست و ما هر روز شاهد کشته شدن خیزش های مردمی پلیس های ملی اردوی ملی در ولسوالی های آبکمری، قادس، مقور و مرکز شهر قلعه‌نو. تحرکات طالبان در این اواخر بالای پاسگاه‌های امنیتی نگرانی شورای ولایتی را نیز به دنبال داشته است. آنگونه که رئیس این شورا میگوید عدم هماهنگی میان منصوبین امنیتی و دیر رسیدن کمک به موقع باعث افزایش تلفات نیروهای امنیتی در این ولایت شده است. هر شب ما میبینیم که سربازا و افسرهای بسیار ورزیده و جوان خود از دست میدیم و هم عدم هماهنگی بین نیروهای امنیتی است. به باور اعضای این شورا اگر مسئولان محلی در راستای بهبود اوضاع امنیتی توجه جدی نکنند اوضاع از این هم بدتر خواهد شد. از سوی هم عبدالغفور ملکزی والی بادغیس با تایید اوضاع بد امنیتی عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی را رد می کند. در این شکل نیست که امنیت کمکی بدتر شده، ولی با مرقم ما موافق نیستیم که بگوین که هماهنگی وجود نداره. نه، هماهنگی وجود داره ولی دشمن است. در پی این نگرانی ها باشنده های این ولایت خواهان حملات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی بالای مواضع مخالفین مسلح هستند. این در حالی است که از چند روز بدین سو مخالفین مسلح دولت در ولسوالی های مقر، آبکمری و قادس حملات گروهی خود را انجام دادند که تلفات سنگینی به طالبان مسلح و نیروهای امنیتی وارد شده است.